سال روز میلاد پیامبر رحمت و رهایی حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام. آیا شما میدونین که لقب و صفت پیامبر ما چیست؟ چی؟ حبیب. چی؟ امین. امین براش کمه. ابراهیم را چه بود لقبش؟ ابراهیم خلیل الله، یعنی دوست خدا. موسی چه بود؟ همزبان، زبان خدا. عیسی، روح. محمد یعنی چی؟ چی؟ عشق. عجب، در سلسله مراتب انبیا هم یکی عشق خداست. عشق است چون که پیامبر خاتم است، کلمه آخر است، چون بعد از اون دیگه دوران عوض میشه، روزگار معجزات و وحی و اینها به سر اومده. کلمه خاتم یعنی کلمه سرآمد، یعنی آخرین محصول کارگاه تکامل، یعنی که کلمه اول و کلمه آخر. کلمه آخر میباید که عشق باشه، کلمه ختم کننده و خاتم. کلمه خاتم، پیامبر خاتم و سرآمد، چیزی جز عشق در متعالی ترین مفهومش نمیتونه باشه که، الا به چه درد میخوره؟ الا باید جز داستانهای کهنه شده بایگانیش کرد. با چنان عشقی است که می توان امروز هم از بنیاد ارتجاع زد، بچکنی کرد و ریشش رو زد. و هر کس که شناخت یا پرتوی از او رو دریافت و یا ذره ایش رو گرفت، طبعا که مدهوش شد. و چرا که نشه؟ و وای بر سنگین دلان، یعنی خمینی گرایان، که میدونند این اون نیستند که او بود، ولی نونشو میخورن. نام او را می آورند اما کام خود را می جویند. کلمه خاتم کلمه عشق و رحمت است بنابراین، و این چیزی است که ارتجاع بویی ازش نبرده، اصلا بویی نبرده. در ارتجاع هر چه هست قساوت است و سنگدلی. آن که عشق خدا بوده لابد که خواجه کائنات بوده، سید الکونین بوده، آقای دو جهان. فرموده است شاعر که بلغ العلا بکمالهی، علو
رادمردی و بزرگی با اون به کمال خودش رسید. کشفت دو جا به جماله، تاریکی زشتی و تیرگی با جمال اون از هم دریده شد. حسنت جمیع و خصالهی، همه خصال و خصلت ها و کردارش زیبا بود. صلو علیه و آله. بعد به آنجا رسید که درباره اش فرموده است در قرآن: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اولا که عید شما مبارک، سال روز تولد پیامبر رحمت و رهایی است. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. چنان که یادتون هست در سال روز میلاد پیامبر اسلام بود که مسئول اول معرفی شد و سازمان جدید شروع کرد به قلیان و شکل گرفتن. امروز میخوایم ببینیم که این سازمان مجاهدین چه شد. بعد از اینکه مریم مسئول اول شد به کجا رسیده؟ پس به مناسبت با آیاتی از قرآن شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب الله مثلا، کلمة طیبة که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا ندیدی که خدا چه مثال روشنگری آورد، چه مثل گویا و روشنگری رو به کار گرفت؟ مثال زد کلمه طیبه و پاکیزه رو. ما از کلمه طیبه مجاهد خلق صحبت میکنیم، در مبارزه دائمی پیگیر و سازش ناپذیر با دو نظام سرکوبگر شاه و خمینی. کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، مثل درختی خوب و پاک و پاکیزه، اصلها ثابت بر ریشه و پایه و اصول ثابت و تغییر ناپذیر، شاخ و برگش پرکشیده در آسمان، رویان و شکوفان. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، در هر زمانی که باید میوه های خود را به اذن پروردگارش برون میدهد. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. و از این مثال هاست که خدا برای مردمان میزنه شاید که یادآور بشوند. از 30 خرداد سال 60 به بعد هم خیلی حوادث و جریانات گذشت. مهاجرت ها در پیش داشتیم، از اون طرف به این طرف، به فرانسه بازگشتش، جنگ، بمباران، شلوغی، عملیات، فروغ، توطئه ها. اما مثل که خدا استوار باقی مون نگه داشت. در منطق عادی 70 بار که باید از بین می رفتیم، بالاخره سخت‌ترین یا پرفتنه‌ترینش گذشته و شما سرفراز بیرون اومدی. عجیبم هست که در تمام این سالها، اگر آدم تمامش رو از بیرون ببینه، میبینه که
هیچگاه شوکت و صدفت مجاهدین در هم نشکست زیر بالاترین فشارها، به عبارت دیگه آبروشون نرفت، شأنشون لگد مال نشد. هیچگاه در بدترین و سختترین شرایط گرد پریشانی و غبار ذلت بر رویشان ننشست. چه تلخ اگر خدا آدم رو ذلیل کنه، و چقدر جای شکر و سپاس هست. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه. داستان آنان که فدا و انفاق میکنند دارایی های خود را، همه چیز خود را در راه خدا، همانند بذری است. ببینید چطوری تکثیر میشه. همانند بذری است تکثیر شده که برویاند هفت خوشه و بر هر خوشه صد دانه، یکی به هفت تا، باز هر کدوم به صد تا، پس یکی به هفتصد تا. و من اینو الان به چشم میبینم. والله یضاعف لمن یشاء، اگه خدا بخواد و برای کسی که بخواد مضاعفش میکنه، چند برابرش هم میکنه. لابد در زمان خودش، گفت در زمان خودش به اذن پروردگارش میبر و خواهد داد. والله واسع علیم، و اون گشایشگر آگاه است.
از روی تو شایی گر بر جهان بتابد، از آسمان برآید صد ماه آسمانی. بله گل سعادت بی روی تو نجویم، یا کنبود ای جان بی نسته این نبود. یا محمد.